سلام، وید مینت وید مینت، این پزشکای خونخوار دقیقا چقدر دارن حقوق میگیرن؟ دارن چی کار میکنن؟ اینا که چیز بن سوار میشن، اینا که زیر میزی میگیرن، این بی شرف ها، اینا چقدر؟ میخوام درباره این موضوع صحبت بکنم توی این ویدیو. ما زمانی که در رابطه با رشته پزشکی صحبت میکنیم، داریم در رابطه با رشته پزشکی عمومی صحبت میکنیم. من اصلا کاری به تخصص و اینا ندارم، اون کلا یه چیز جداست و یک آزمون جدا، چون ما توی کنکور داریم فعالیت میکنیم، یعنی تا کنکور داریم فعالیت میکنیم. فقط درباره این مسئله میخوایم صحبت بکنیم، چون شما از کنکور که نمیتونی کاردیولوژی قبول بشی، شما پزشکی عمومی قبول میشی، جی پی میشی به اصطلاح، و دیگه کلا فعالیتات حول محور پزشکی عمومیه و من درباره این میخوام صحبت بکنم. یه پزشک عمومی درآمدش چقدره؟ ببینید، هزار تا شاید ویدیو با این عنوان منتشر شده، ولی هیچ کدوم نمیان عددو بگن، چون اولا عددو نمیدونن، خب عدد روز رو. دوما یه سری چیزها رو خود فقط کسی که داره فارغ التحصیل میشه مثل من میدونه، نه اون کسی که حالا تازه وارد این رشته شده یا کلا اصلا ارتباطی با این رشته نداره و میخواد تتوشو در بیاره. و میخوام اینجا یه چیزی رو بهتون بگم که جای دیگه نمیشنوید، خیلی خلاصه میگم، فقط گوش کن خواهشن. ببین، شما زمانی که از پزشکی فارغ التحصیل میشی دو راه داری. یه راه اینه وارد درمان بشی، بیمار سکته قلبی و بیمارستان و بری اونجا چه میدونم بچه بیارن قش کرده و فلان. یه راه هم اینه که وارد شبکه بهداشت بشی، سرماخوردگی و بیا فشارم و بگیر و تو روستای معموله، حالا شهرها هم دارن ولی بیشتر روستای. این کلا بیمه سلامت روستاییه، این حالا بیشتر بحث تامین اجتماعیه. خب شما اگر وارد این بشی، کار زیبایی میتونی بکنی، میتونی هم بری توی درمونگاه کار بکنی، مثلا بری برای خود تایمی که کشیک نیستی، من دستم همینطور گرفتم رشته کلام پاره نشه، بری توی درمونگاهی کار بکنی، ساعتی پول بگیری. خب این ور کسی نه، فقط اینجا میتونی کار بکنی، یعنی توی روستا که هستی بیمه روستایی ولت نمیکنه، فقط تو روستا میتونی کار بکنی، نمیتونی بری کار زیبایی بکنی، نمیتونی مطب بزنی یا هر کار دیگه. اوکی، این از این. پس کلا دو راه داری. حالا ما یه چیزی هم داریم به نام حقوق ثابت، یه چیزی داریم به نام کارانه. کارانه چیه؟ ببینید، کلن درمونگاه ها، کلن خود بیمارستان ها، شبکه هایی بهداشت، اینا مثل یک شرکت بیزینسی محسوب میشن. شما زمانی که پول میریزی، میری اونجا یه کارتی میکشی، یه درآمدی هم نصیب خود اون به قول معروف بیمارستان میشه، علاوه بر حالا پزشک و بیمه و بحث این شکلی. حالا اون بیمارستان میاد قسمتی از درآمدشو بین پرسنل پخش میکنه، مثلا یه تومنشو میده پرستار، یه 3-4 تومنشو میده پزشک به صورت ماهانه، یه درآمدی مثل سهامه، یه درآمدی میده به پرسنلش و به بعضی از پرسنلش، البته همه اینو نمیگیرن. حالا کارانه الان چقدر، حقوق ثابت چقدر؟ باز برمیگردیم به همینا. توی شهر و کار درمانی یعنی شبکه بهداشت، نه یعنی تو بیمارستان، شما حقوق ثابتتون پارسال 13 بود، امسال 15 میلیونه. خب 15 میلیون حقوق ثابتت، این ورم حقوق ثابتت باز همین 15 میلیونه. اوکی، حالا کارانه‌ای که بهت میدن متغیره، بیمارستان شلوغ باشه کارانه زیاده، بیمارستان خلوت باشه کمه. کارانه الان حدوداً چیزی حدود 12 تا 15 میلیون، همون 15 میلیون میگیریم، دارن میدن توی بیمارستان، توی بیمارستان متوسط، و میشه حقوق چقدر؟ میشه 15 به علاوه 15. توی شبکه بهداشت هم همینه، حالا همون کارانه یکم کمتر، چون میگم متغیره، حتی کارانه دو ماه پشت سر هم یکسان نیست، چون میزان مراجعان متفاوتن. اینجا هم تقریبا همون 15 و 15 30. حالا یه سری شبکه بهداشت هستن توی خود شهرن، شبکه بهداشته ولی توی شهره، اینا اجازه دارن مثل این ور باشن چون تو شهرن و برن کار بکنن، کار اضافه کنن، ولی اینا کارانه ندارن، اینا اون 15 میلیون نهایتا 20 میلیون رو درآمد دارن. اوکی، این چون درآمد پزشکی. حالا یه بحثی هست، اون 15 میلیون ثابت تا همون موقع میدن، ولی کارانه تو ممکنه بعد 10 ماه بدن، یعنی مثلا این 3-4 ماه میگذره یه ماه تو میدن، یک سال میگذره دو ماه تو میدن، یا 2-3 ماه میگذره اون موقع میدن. این شکلیه کارانه. کارانه جیرینگی نیست، نقدی نیست، یه پولیه که نسیه است انگار، و همون موقع گیرت نمیاد، یعنی انگار علل بدله دیگه، رزرو به اصطلاح. این میشه عزیزان حقوق یک پزشک. حالا یه پزشک میتونه بره کار زیبایی بکنه، اگه گفتم شرایطش داشته باشه، حقوقش بشه 100 میلیون، بره چه میدونم تو یه سری از مراکز کار بکنه، بره تو درمونگاه، حقوقش بشه 500 میلیون. یکی دیگه بره مثلا تو دوران کرونا، کرونا تا 60 میلیون 90 میلیون هم رسیده بود، چون خیلی بیمارستان شلوغ بود، میتونه اونجوری باشه. به این معنی نیست که درآمد پزشکی، درآمد پزشک چیزی که بهتون گفتم،
چون چند تا پولدار رو چند تا لاکچری رو میای نگاه میکنی فکر میکنی دیگه نه همینطوری. اگه این درآمد برات کمه عزیزم، پزشک عمومی همینه. شما اینکه تخصص بگیری، حالا سربازی طراح اینا رو که داری، بعد یه آزمون خیلی سخت بدی که سمی نشته باشی، قبولی واقعا غیر ممکنه مگر اینکه در لول مثلا دو رقمی تک رقمی باشی. بعد حالا ان شاءالله قبول که شدی، 4 سال میری تخصص، چند سالم طرح تخصص رو داری و تا موقع متخصص میشی. اون موقع مثلا حقوقت میشه مثلا کف 50 میلیون به حساب 30 میلیون. این شکلیه. حالا متخصصا هم متفاوتن. اون داخلی ممکنه 30 میلیون بگیره، اونی که پوسته مثلا ممکنه تو مطبش تا 200-300 میلیون هم درآمد داشته باشه. این شد از درآمد پزشکی. هر سالی داشتی در خدمتتون هستم. در مورد بقیه رشته‌ها رو میگم، بگین چه رشته‌ای رو بگم، میرم تاتوشو براتون در میارم میگم و به صورت ویدیو براتون همینجا منتشر میکنم. حتما دیسکریپشن رو بخونید. ما توی شبکه‌های اجتماعی هستیم براتون گذاشتم و میتونید ما رو دنبال بکنید. موفق و معید باشید. What else?